درود بر شما. 16 تیر ماه 1402 خورشیدی و 7 ژوئیه 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به دو موضوع میپردازیم تا حدودی جداگانه از هم. بخش اول محاکمه توماج صالحی رپر زندانی، و بخش دوم پاسخ به چند پرسش کلیدی در پیوند با دخل و خرج حکومت جمهوری اسلامی. پرده آخرم آخر برنامه. دومین جلسه دادگاه توماج صالحی روز یکشنبه 11 تیر ماه، 8 ماه بعد از بازداشتش و بعد از 8 ماه سلول انفرادی و شکنجه و تهدید، سرانجام در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به صورت غیر علنی به ریاست قاضی مرتضی براتی برگزار شد. نخستین جلسه 28 خرداد بود که با توجه به ناتمام ماندن موضوعات مطرح شده در جلسه رسیدگی به دومین جلسه که 11 تیر ماه بود موکول شد. در جلسه یکشنبه پیش 11 تیر ماه که نه خبرنگاری بود نه حتی خانواده و بستگان توماج اجازه حضور داشتند، خود توماج هم در دادگاه حضور نداشت، از همون زندان به صورت تلکنفرانس شرکت کرد. یکی از وکلای توماج آقای امیر رئیسیان که با هم میهن آنلاین مصاحبه کرده، مدت زمانی رو که در دادگاه گذشته، مدت زمان به اصطلاح محاکمه و دادگاه رو هیچ اشاره‌ای نکرده، نگفته که چقدر طول کشیده، فقط زمان ملاقاتش رو با توماج گفته. زمان ملاقات موکل در مجموع نیم ساعت در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان به ما داده شد و حجم اتهامات فراتر از این بود که در این نیم ساعت حتی بتوانیم یکی یک اتهامات را برای موکل تبیین کنیم. حتی فرصت ندادن که وکیل اتهامهایی رو که به توماج زدن بشموره و بگه. حالا توضیح و کار روی پرونده و تماس با شاهدان یا شاکیان احتمالی به کنار، که تو هر پرونده قضایی که حتی در این سطح حساسیت و اهمیت هم نباشه ضروری است. هیچی، نیم ساعت وقت داری با موکلت قبل از دادگاه صحبت کنی. همین آیین دادرسی نظام اسلامی، عدل علی، چه هرچی میخواییم بگیم. دادگاه به ریاست آقای براتی برگزار و در نهایت خط رسیدگی از سوی دادگاه اعلام شد. بر این اساس دادگاه مبادرت به صدور رأی خواهد کرد و تصمیم دادگاه بر اساس قانون در 1 هفته به ما ابلاغ خواهد شد. وکیل توماج صالحی افزود، گرچه آقای توماج صالحی نزدیک به 8 ماه است که در زندان اختصاصی اطلاعات اصفهان نگهداری می شود، یعنی در سلول انفرادی، اما به علت ویژگی های شخصیتی که دارد از نظر روحی و جسمی به خود مسلط بود و در دادگاه نیز توضیحات دقیق و واضحی ارائه کرد. خب ما که نتونستیم توضیحات توماج رو در به اصطلاح دادگاه بشنویم، یعنی هیچ کس نتونست غیر از وکیل و قاضی و احتمالاً بازجو. حالا یه تیکه از صحبت‌های توماج صالحی پیش از بازداشتش، 8 ماه 9 ماه پیشو که بشنویم، که میتونست همین صحبت‌هاش در دادگاه هم باشه. اعتراض کردن یه چیز قانونیه، تو داری از ابتدایی ترین حق شهروندیت استفاده میکنی. صحبت کردن، حرف زدن، نقد کردن، اعتراض کردن، یعنی حرف ما اجازه نداریم بزنیم. کی میخواد این اجازه رو از ما بگیره؟ نمیتونه، کسی نمیتونه این اجازه رو از ما بگیره. خب پس تو داری از حق خودت استفاده میکنی، ولی خب فحاشی کردن جرمه، نکن. تهدید کردن جرمه، نکن. من کسی رو تهدید نمی کنم، مردم رو تشویق به جنگ نمی کنم، فوش هم نمیدم به کسی. خب من دارم اعتراض می کنم و این حق من. کسی که جرم مرتکب نشده نمی ترسه، آدم ترسونیه که خلاف کرده. ما نباید بترسیم. من آخه از چی بترسم؟ اگه کاری کردم که بترسم؟ اصلا از چی بترسم؟ من اگه به تو اعتراض نکنم
به رئیس تو اعتراض نکنم، به رئیسش اعتراض نکنم، جامعه از این که هست بدتر میشه. واقعا هم همینطوره دیگه، تو داری دل میسوزی، تویی که داری اعتراض میکنی داری دل میسوزی برای جامعه و آدم مفید و مهمی هستی برای جامعه. علاوه بر این که نباید تو رو دستگیر کنن، علاوه بر این که برخلاف این که تو رو نباید دستگیر کنن، باید به تو پاداش هم بدن، باید از تو تقدیر هم بشه. کسی اجازه نداره تو رو بگیره. همین روحیه رو اونجا حفظ کن. کسی اجازه نداره تو رو بگیره، کسی اجازه نداره تو رو بازجویی کنه به خاطر اعتراضی که کردی. حق داری، کشور مال توئه. کشور مال کیه؟ مال مردمشه. تو صاحب این وطنی. آره دیگه، به جای یعنی با این نگاه انصافا دموکراتیک به جهان، به انسان، به حکومت، به دولت، به جای اینکه بهش جایزه بدن محاکمش میکنه. محاکمه به خاطر چی؟ حالا نتونستن چیزی هم پیدا کنن که تو کسی رو کشتی و فلان و اینا. حالا میگم اتهامایی که به تو ماج زدن ایناست. البته افزون بر فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به خمینی و خامنه‌ای و اخلال در نظم و نشر اکاذیب، به گفته وکیل توماج صالحی آقای رئیسیان، مهمترین اتهامات عبارتند از افساد فلعرض، موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی، با این توضیح که دادسرا مدعی است که موکل با انتشار توییت هایش مرتکب نشر اکاذیب به شکل گسترده و در نهایت موجب افساد فلعرض شده است. توییت زده، دو خط نوشته و به اشتراک گذاشته در فضای مجازی، پس مفسد فلعرض. اتهام دیگر همکاری با دولت متخاصم است که موضوع ماده 508 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است و دادسرا اعتقاد دارد که چون شبکه CBC در کانادا از تصویر سخنان موکل در یک برنامه تلویزیونی استفاده کرده، این کار مصاحبه موکل محسوب می شود و همکاری وی با این رسانه است. فارغ از اینکه دولت کانادا دولت متخاصم نیست که اینجا میگه چی همکاری با دولت متخاصم، دولت کانادا که متخاصم نیست. طبق نامه اداره کل حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در تاریخ 23 آذر ماه 1392 به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه پیرامون مصادیق دولت متخاصم آمده است، بجز اسرائیل که واجد وصف دولت نمی باشد، اصلا دولت نیست و دولت شناخته نشده است، هیچ دولتی با جمهوری اسلامی در حالت تخاصم قرار ندارد. این دیگه سیار و سفیده دیگه. قوه قضاییشون میگه تو یکی از صحبتات تو فضای مجازی اینور اونور برشتن گذاشتن توی گزارش که تهیه کردن. خب کجا؟ CBC که در کاناداست. بنابراین تو با دولت کانادا همکاری کردی و بعد دولت کانادا به ما چه اینو میگن؟ ما قاضی هستیم، ما دستگاه قضایی هستیم، دولت کانادا متخاصم. خیلی از رسانه های بین المللی و محلی در جهان در این چند سال گذشته، از جمله CBC کانادا، CNN آمریکا، درباره توماج به عنوان یک هنرمند رپ گزارش پخش کردن، به عنوان یک معترض، هنرمند رپ همیشه معترضه، گزارش پخش کردن، ما هم پخش کردیم. پس توماج با همه این رسانه ها که هیچ، با همه کشورهایی که این رسانه ها اونجا ارتباط داشته، توماج صالحی بارها درباره ارتباط با دول خارجی و کمک کشورهای دیگه به اصطلاح به مردم ایران گفته است، بارها شنیده اید. از جمله یک کوچیک از یکی از لایو هایی که گذاشته بود، برنامه های زنده ای که روی یکی از پلتفرم ها گذاشته بود و الان میشنوید دیگه، ببینید. نظرت راجع به حمایت ببخشید دولت های غرب از ملت ایران حمایت میکنن یا دروغه؟ ببین هیچ حکومتی به نظر من دلسوز من و تو نیست. حکومت های داشت امیر سلام، کار خیلی خفن بود، دمت گرم. آره هیچ حکومتی از بیرون دنبال کمک نگرد کلن،
ما همدیگر رو داریم فقط. تاریخ اینو به ما یاد میده که هیچ کسی دلسوز ما نیست. از بیرون هیچ کس دلسوز ما نیست. همه به فکر منافع خودشونن. و من اینو چند بار گفتم، دشمن من دوست من نیست. اون میتونه دشمن من رو بزنه و بعد سوء استفاده کنه. این آدم رو با این نظرات میگن با دول متخاصم ارتباط داشته. در خدمت آقای سعید دهقان هستیم، وکیل دادگستری و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران. آقای دهقان خوش آمدید به امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید من اولین سوالم یکم طولانیه. وکیل توماج صالحی به همیهن آنلاین ضمن مصاحبه که کرده است گفته است که پیش از این در راستای اجرای ماده 387 قانون دادرسی کیفری به ما اعلام شده بود که ایرادات خود را در رابطه با روند تحقیقات دادسرا در طول این 8 ماه گذشته و نقایص پرونده اعلام کنیم و پس از اعلام ما دادگاه با پذیرش 6 ایراد درباره اتهامات و همینطور 2 ایراد بنیادی در روند تحقیقات قرار رفع نقص صادر کرد و پرونده را به دادسرا جهت رفع نقایص ارسال کرده بود که دادسرا تنها در رابطه با یکی از ایرادات ما را احضار کرد و سایر ایرادات را رفع نشده باقی گذاشت و با ارائه توضیحاتی که موجب رفع نقایص نبود پرونده را به دادگاه برگرداند. حالا با توجه به ایشون ادامه میدن که با توجه به ایراداتی که پیش از این مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و هنوز رفع نشده اند ما به جریان دادرسی امیدوار هستیم. چه جوری میشه آقای دهقان که 5 ایراد از 6 ایراد به اتهامات و 2 ایراد بنیادی به روند تحقیقات که دادگاه پذیرفته این ایرادها رو رفع نشده باقی بماند بعد حکم صادر بشه که گفتن حکم صادر میشه تو همین چند روز؟ البته من فکر میکنم در شرایط فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به ویژه در پرونده حقوق بشری هیچ کاری نشد نداره، چون احکام در اینجور پرونده ها در محاکم انقلاب اسلامی تابع منویات مقامات سیاسی امنیتیه و برای بسته به شرایط مثلا گاهی نقص تحقیقات میگیرن که پوز قانونمندی بدن، گاهی هم بر حسب شرایط ضد خود قانون رفتار میکنن یا دندونهای تیز و چنگالاشون رو نشون میدن تا در واقع اون حالتی که باید منکوب و مرعوب بشه جامعه رو بیشتر به رخ جامعه بکشن. وگرنه اگه قرار بود که یک پرونده نظام حقوقی، نظام قضایی بر اساس حاکمیت قانون کاری میکرد، هیچ وقت نمیومد بر اساس نوشته یا نقد فردی، اونم پسر ایران توماج صالحی که شما همین الان صحبت کردنش رو ببینید چقدر میتونه آموزنده باشه، حتی چقدر میتونه فرهنگ ایجاد بکنه در جامعه. اگه قرار بود یه توییت باعث افساد فعل عرض بشه، به نظر من توییت های بسیاری از مقامات حکومت جمهوری اسلامی که هم نفرت پراکنی میکنه و هم خشونت ورزی میکنه قطعا اونا باید متهم به افساد فعل عرض میشدن. حالا صرف نظر از این که چرا وقتی توییتر رو فیلتر میکنن خودشون دست با فیلتر شکن ها وارد توییتر میشن که بحث حاشیه‌ایه، و اگه قرار بود مصاحبه، فرض مصاحبه با رسانه های بیرون، حالا که مصاحبه نبود، حداقل من ندیدم توماج مصاحبه داشته باشه، و حتی اگه مصاحبه میشد هم جرم نبود. حالا اگه قرار بود مصاحبه کردن با رسانه ها همکاری با دول متخاصم باشه، که خیلی از مقامات خود جمهوری اسلامی بسیاری از رسانه های خارجی مصاحبه میکنن، حتی از داخل ایران هم بعضی از آدم‌ها و افراد نزدیک به حکومت دارن با رسانه‌های فارسی زبان خارجی مصاحبه میکنن، و هیچ کدوم از اینا البته من معتقد نیستم الزاماً جرمه. میخوام بگم اگه قرار بود اینجوری باشه، خب تمام این رفتارها رو میبینید مثل همین باید اینجا تحلیل بشه. فکرم میکنم خیلی وقتا باید در این پرونده ها نگاه بکنیم. حتی دولت متخاصم، تعریفش شما الان توضیح دادی، شما در حالی که دولت جمهوری اسلامی با فرانسه در حال مذاکره هست، در همون حال بنجامین بریر رو متهم میکنه به همکاری با دول متخاصم که شهروند اون کشور هست. یعنی مضحک بودنش از این بیشتر نمیشه توضیح داد. و من فکر میکنم اگر در همین شرایط کلا پرونده های قضایی در حوزه حقوق بشری رو ببینیم، باید به این نتیجه برسیم که در پرونده توماج و توماج ها، حالا به طور خاص توماج رو ما میتونیم بگیم، اتفاقا چون دستشون از مدرک یا دلیل پر نبوده اما ظاهرا دلشون از توماج صالحی خیلی پر بوده، حاضر شدن بازم آبروی نداشته دستگاه قضایی در حوزه حقوق بشر رو ببرن. یعنی کاری کردن که
البته عرض کردم نشد نداره. شما در پرونده های مجید رضا رهنورد، خانه اصفهان، سید محمد حسینی، مهدی کرمی، خیلی رفتارهای اونجا میبینین شبیه دادگاه صحرایی عمل کردن، یعنی حتی رکورد خودشون رو در نقض قانون شکستن. شما فقط توجه کنین به فاصله بازداشت و اجرای حکم. حالا صرف نظر از اینکه بازداشت شبیه آدم روباییه و حکم هم حکم قانونی نیست و قتل حکومتیه، ولی باز اگه فرض بگیریم بازداشت قانونی بوده و حکمم قانونی یا قضایی بوده، شما فاصلهش رو نگاه میکنید ظرف چند روز، حالا چند ماه، چند سال از اسید پاشی گذشته، چند ماه از مسمومیت عمدی دانش آموزان گذشته، شما یک پرونده میبینید چند پرونده شکنجه و اعتراف اجباری خلاف اصل 38 صورت گرفته، یک مأمور میبینید تحت تعقیب قرار بگیره، اما در این پرونده ها میبینید سریعا ظرف چند روز اعدام که چرز کنم قتل حکومتی اجرا میکنم. یا در پرونده نوید افکاری که ادعا میکردم قتل انجام داده، شما دیدین که در اون پرونده شبونه با دروغ کشتنشون. صدای آخر و تماس آخر نوید رو بشنوید، خب ایشون چه حرفی زد، چه امیدی داشت، اما کشتنش بدون اجرای حتی آیین‌نامه نحوه اجرای احکام مرگ، بدون حضور اولیای دم حتی در ایام محرم. یا در پرونده یکی از مظلوم‌ترین اعدامی‌های این دهه ها مصطفی صالحی، با اون همه نقص و نقض قانون اومدن چگونه عمل کردن، کشتنش. یا پرونده آدم ربایی روح الله زم، حبیب اسیبر یا جمشید شارمت که خب اجرای حکم قتل حکومتی در مورد دو نفر اول ما دیدیم که خیلی انجام شده و هیچ ابایی هم نداشتن. برای این من فکر کنم جواب سوال شما در یک جمله اینه که در پرونده هایی که دستشون پر نیست اما دلشون از متهم ها یا مخالفان سیاسی پره، هر کاری میکنن و هیچ کاری هم نشد نداره. آقای دهخان، در مورد این پرونده خاص طبق گفته وکیلش آخه دادگاه دو تا دادگاه به اصطلاح برگزار شده در فاصله چند روز و در دادگاه اول در واقع پذیرفته شده است که 5-6 ایراد گرفته وکیل و 5 ایرادش رو دادگاه پذیرفته و 2 ایراد بنیادی هم میگه، 2 ایراد اساسی هم بر اصلا روند تحقیقات گرفته و اون هم پذیرفته شده. تو همین چارچوب من سوالم اینه، تو همین چارچوب آیا من نمیدونم، یعنی میدونین من میگم تعجب آوره برای آدمی مثل من که مثل شما در داخل این دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی نبوده است یا کندوکاو نکرده است، که آخه چه جوری میشه که میگن آقا 6 برگ این پرونده کمه، شما این بقیه‌اشو بیارین که من حکم رو انشاء بکنم، حالا حکمی که به من دستور دادن هر چی، این 6 برگو بیارین، اینو نیوردن و به صراحت هم گفتن که کمه. بعد میگن ما در طول این هفته دادرسی تمام، این چیزی که تو دادگاه دوم گفتن، این چجوری ممکن؟ اگر ممکن نیست چجوری باید باهاش برخورد بشه؟ اولا که شما این شانس رو داشتین که در دستگاه قضایی کار نکنید و ما خیلی بدشانس بودیم در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی کار کردیم و این بدشانسی ما و خوششانسی شما رو نشون میده. من فکر کنم جواب شما رو دادم، کار در نظام قضایی جمهوری اسلامی در مقطع فروپاشی حقوقی نشد نداره. شما میدونین منظورم اینه، ببخشید آیده، خب من برای اینکه خستتون نکنم دوباره، چون فرمودین که جواب دادین، خب منم عقب میکشم، تنها سوالم اینه، خلاصه میخواستم اینو نگم، اگر که وکیل توماج نمیتونه بگه که چه کار میشه کرد و شما میتونین بگین، منظور من این بود که وقتی که به صراحت میگه این ایرادار دادگاه پذیرفته، ولی با این وجود دادگاه میگه خط به دادرسی، اگه ایراد پذیرفته چجوری خط به دادرسی؟ و این علنی قضیه، یه موقع نمیگن اینو، میگن خیلی خوب این آدم کشته، به دروغ میگن آدم کشته و حکم اعدام صادر میکنه، ولی اینجا میگن آقا ما ایراد رو پذیرفتیم، ختم دادرسی. اینو عرض میکنم، اگه وکیلش نمیتونه یا وکلاش نمیتونن بگن که چه کار میشود کرد در همین حوزه، شما بفرمایید، اگر هم که نه حرفی نیست که من گردنم از مو نازکتر. ببینید در فکر میکنم البته وکلای پرونده در داخل نظام قضایی جمهوری اسلامی، همه ما زمانی که کار میکردیم درد مشترک همه ماست، بسیار در تاریخ نظام قضایی جمهوری اسلامی نشون داده که از همون آغاز انقلاب اسلامی هم حتی حق وکیل گرفتن یا وکیل حتی وارد دادگاه و جلسه شدن نداشتن، یعنی حتی می نوشتن آدم زنده وکیل وسیله نمیخواد، یعنی اینقدر ما قرون وسطایی بود. در چنین شرایطی وقتی وکیل نکته ای رو در مصاحبه در با رسانه
رسانه‌های داخلی صحبت می‌کنه، به نظر من در شرایط اختناق و جو امنیتی باید کلمه به کلمه که وکیل یا وکلا در چنین شرایطی صحبت می‌کنند رو بشه تفسیر کرد، یعنی باید به تفسیر کرد. مثلا وقتی وکیل که ما به جریان دادرسی امیدواریم، باید ببینیم تفسیرش چیه. ما به جریان دادرسی امیدواریم، چگونه وقتی جلسه دادگاه تموم شد به چی امیدواریم؟ خب اون وقت میشه پرسید که میشه تفسیر کرد که خب اولا ایشون نگفتن ما به جلسه رسیدگی یا به جلسه دادرسی امیدواریم، گفتن جریان دادرسی. خب میشه اینجوری تفسیر کرد که پس جریان دادرسی حتی میشه محله حکم رو هم شامل بشه. یا وقتی کلمه امیدواریم رو به کار میبرن، میشه اینجوری تفسیر کرد که ما هم این کار رو میکردیم، یعنی فشار روانی بیاد رو وجدان اندک اون قاضی. در واقع نقطه مقابلش میشه خبرگزاری‌های سپاه که فشار امنیتی میارن، کمه که همین روزا خبرگزاری‌های وابسته به سپاه اومدن به دروغ خبری رو در رابطه صدور حکم منتشر کردن. این جنگی هست بین وکیلی که از اون منفذها میخواد استفاده کنه و دستگاه های امنیتی و رسانه های حکومتی با بودجه های بیت المال این رفتار میکنن که رو اون دستگاه قضایی که البته مستقل هم نیستن فشار بیاره. وگرنه اگه قرار بود اینجا پرونده توماج و توماج ها که نه اسلحه به کار برده نه هیچی داشته، فقط حرف زده و خونده، یه هنرمندیه، اگه قرار بود اینو در قالب پرونده های قضایی نگاه حقوقی با همین قوانین نیم بند جمهوری اسلامی شما رفت میخواستین تفسیر کنید، خب باید دادگاه جرم سیاسی تشکیل میشد با قانون ناقص الخلقه سال 95 بر اساس اصل 168 که از سال 58 حالا هست. در چنین شرایطی باید میرفت دادگاه عمومی نه دادگاه انقلاب، باید علنی بود نه غیر علنی، باید هیئت منصفه حتی وابسته به خودشون بود نه بدون هیئت منصفه که حتی خانواده‌اش هم را ندن، یعنی شما هیچ کدوم از اینا رو نمی‌بینید. بنابراین جواب اینه، در چنین نظام قضایی کار نشد نداره. حتی در پرونده مثلا پرونده‌ای ما داشتیم، همین پرونده آخر بنجامین، پرونده حکم براءت صادر شد، همکاران من رفته بودن در این پرونده حکم براءت رو دیدن، اما بعدشون لابی‌های سیاسی و امنیتی پشت پرده با فرانسه بوده اومدن حکم براءتی که صادر شد تموم شد و گذاشتن کنار. خب شما اینو با کدوم اصلا عقلم نمیخواد، اصلا هوشم نمیخواد، هیچی نمیخواد، یعنی افرادی که حتی حقوق هم نخوندن هیچ کس میتونه اینو باور کنه، ولی این انجام شده. من فکر کنم درد خیلی بالاتر از اینه. به همین خاطر ما در این مقطع تمام شاخصه های فروپاشی حقوقی رو داریم و به این نباید شما هم خیلی حرص بخورید و حتی نظام قضایی رو با نظام های قضایی کشورهای منطقه خاورمیانه مقایسه کنید، چه برسه به اروپا یا آمریکای شمالی. یعنی در هر پرونده دست کم سیاسی می شود از آزادی تا اعدام آدم در بارش فکر بکنه، هیچ حساب کتابی هم نداره. ببینید هفته پیش شورای شهر فلورانس ایتالیا اعلام کرد که توماج صالحی شهروند افتخاری فلورانس است. تو بیانیه‌ای که منتشر کرد نوشت ما قادر خواهیم بود به سفارت ایران در ایتالیا نامه بنویسیم تا از توماج صالحی به عنوان شهروند افتخاری فلورانس خبری بگیریم و برای او و همه زنان و مردانی که فقط خواستار کشوری عادل‌تر و آزادتر هستند درخواست تبرئه کنیم. امیدواریم این اقدام ما وجدان کسانی را که برای این خواننده جوان می‌خواهند تصمیم بگیرند بلرزاند. این اولین بار نیست که شورای شهر فلورانس به کسانی که نمیتوانند حضور داشته باشند این افتخار را میدهد. برای نمونه این اتفاق قبلا در مورد نلسون ماندلا رقم خورده بود. افزون بر این نمایندگان پارلمان های اروپایی از جمله هلموت برندش تتر نماینده پارلمان اتریش، چون که میدانید، و یی وون ری نماینده پارلمان آلمان کفالت سیاسی توماج صالحی رو به عهده گرفتن، من نمیدونم کسای دیگه هم هستن یا نه، جایگاه حقوقی کفیل سیاسی معترضان اخیر کجاست آیه دهقان؟ تأثیر این افراد، کسایی که سیاستمدارانی که کفیل سیاسی میشوند، کفالت سیاسی زندانی سیاسی رو به عهده میگیرن، جاشون، نقششون، اهمیتشون و مسئولیتشون در پرونده زندانیان سیاسی از جمله در پرونده توماج صالحی چیه؟ اول از بکنم در مورد نامه که از شورای شهر فلورانس شما خوندید، کلمه اول یا جمله اولی که من توجهمو جلب کرد جایی هست که گفته ما قادر خواهیم بود، اگر من درست شنیده باشم. بله بله. خب نامه نوشتن بقیهش هم خب دیگه خودتون خوندید و مخاطبان شما هم شنیدن. قادر خواهیم بود نامه بنویسیم. نامه نوشتن که قدرت نمیخواد، شما میتونید بنویسید، مهم قدرت اصلی وادار به پاسخگویی کردنه.
خیلی وقتا وقتی شما از نقش میپرسید یا جایگاه، ما میتونیم نقش رو بگیم، اهمیت رو بگیم، اما وقتی میرسیم به جایگاه و مسئولیت میره تو ابعاد حقوقی باید تفسیر بشه. ببینید خیلی مهمه اهمیت شهروندان، شوراهای شهر، پارلمان‌ها، نمایندگان، مهمه که واکنش نشون بدن، مسئولیت انسانیشون رو نشون بدن، در حالی که دولت‌هاشون برابر لابی‌های سیاسی و سایر مسائل و منافع کارهایی میکنن که خب در قالب استاندارد دوگانه میشه تعریفش کرد. نمایندگان پارلمان ها یا شوراهای شهر ارزشمنده، اهمیت داره، اما قدرت اجرایی چقدر داره؟ قدرت اجرایی قادر بودن به نوشتن نامه که نیست، قادر بودن به این هست که طرف مقابل تو پاسخگو بکنی. اینجا میریم تو بعد حقوقی، میگیم علاوه بر اهمیت و نقشش که البته انسانی هست قابل احترام، تا زمانی که نتونی دولت خودت متقاعد کنی به واکنش سریع و فوری، ارجنت اکشن هایی که امنستی میده، عفو بین الملل میده، شما واکنش های دولت ها رو ببینی، آیا واکنش ها درخور هست؟ در بسیاری از پرونده ها مثل خانه اصفهان یا سایر پرونده ها، آیا ارجنت اکشن ها، اقدام فوری که عفو بین الملل تقاضا کرده، اون دولت ها کار کردن؟ اونجا نقش کفیل های سیاسی چی بوده؟ نمایندگان پارلمان ها چی کار کردن؟ آیا قدرتشون در فقط اینه که نامه بنویسن؟ خب این که قدرت نمیخواد، شما هر اصلا شما نماینده نباش، شورای شهر، مجلس، دولت، شما شهروند عادی باش. من همین الان میتونی نامه بزنی به آقای گوترش، مگه آقای گوترش میگه چرا به من نامه زدی؟ مهم اینه که آقای گوترش در مقابل اقدامی که در مجمع عمومی سازمان ملل میشه یا هر دستور دیگری بتونه پاسخ خوش کنه. در مورد دولت‌های نظام‌های توتالیتر، نظام‌های دیکتاتوری، به ویژه استبداد دینی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، به ویژه جمهوری اسلامی که یکی از خوششانس‌ترین نظام‌های دیکتاتوری دنیاست به نظر من، با این اپوزیسیونی که به جای اینکه با دشمن بجنگن، دشمن مشترک، با همدیگه می‌جنگن، در چنین شرایطی باید بپرسیم کفیل سیاسی آیا میتونه دولت‌های خودش متقاعد کنه؟ میتونه وزارت خارجه خودش متقاعد کنه؟ چقدر میتونه؟ کمیته حقیقت یا یک مرجع قانونی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترین و مهمترین نهاد بین المللی، آقای غریب آبادی میره داخلش میشینه، حرف میزنه، مخفیانه نامه رو جواب میده، اما میگه به رسمیت نمیشناسم، پا میشه میره. بعد اون وقت به رسمیت نمیشناسه جایی که اونجا میاد حرف میزنه. و در چنین شرایطی به نظر من کفالت سیاسی در این حال که از نظر سیاسی تا زمانی که بتونه فشار بیاره به دولت‌های مربوطه، دولت مطبوع خودش، و بتونه اونها رو وادار به پاسخگویی بکنه، چه با اقدام فوری عفو بین الملل، چه بدون اقدام فوری، خودش اگه تشخیص داد و وضعیت خطرناکه، اون وقت اون ارزش داره. وگرنه از نظر حقوقی، از نظر حقوقی و قضایی در نظام قضایی دنیا، به ویژه در نظام قضایی جمهوری اسلامی که خیلی خاصه در تمام دنیا، شاید فقط بشه با طالبان مقایسش کرد، هیچ جایگاه حقوقی نداره، ولی اهمیت داره. من فکر میکنم فقط باید یادمون باشه به کفیل‌های سیاسی، البته ما نامه زدیم به بعضی‌هاشون هم گفتیم، شما مثل نظام جمهوری اسلامی رفتار نکنید، شما پروپاگاندا نکنید. اگه میخواین رأی جمع کنید از دایاسپورای ایرانی در کشور خودتون، این راهش نیست. اگر قرار باشه فقط تبلیغ کنید، من قضاوت نمی‌کنم، اصلا قصد ندارم تخطئه کنم یا بگم قطعا میخوان تبلیغات کنن، رأی جمع کنن، نه، نیت‌خوانی هم بلد نیستم و کار درستی نیست. اما وقتی شما فقط در حد خبر یه حرفی میزنید، وقتی پیگیری از شما میخوایم کاری نمیکنید، به نظر من حداقل اون اندک کفیل‌های سیاسی، به نظر من احزاب مخالفشون باید اونا رو پاسخگو بکنن که شما در جریان انتخابات چنین حرفی زدید یا برای انتخابات آتی چنین حرفی زدید اما عملا کاری نکردید. اتفاقا احزاب مخالف باید از اونا بپرسن. وقتی دولت خودتون، وزیر خارجه خودتون نمیپرسید، کاری نمیکنید، بل به نظر من بیشتر میشه پروپاگاندای تبلیغات یا تبلیغات سیاسی نمایش، مثل خیلی اقدامات دیگه که سیاسیون میکنن. ولی در این حال معتقدم اونهایی که با نیت درست اومدن نقش و مسئولیت انسانیشون رو قبول کردن و اقداماتی دارن انجام میدن، پیگیری و فشار میارن به جامعه مدنی خودشون، به جامعه سیاسی خودشون، به دولت‌های خودشون، ولی اینکه دولت جمهوری اسلامی سفارت خونه‌هاش که عملا دیگه تابع منویات رهبرن، ما در چنین شرایطی اگه اینهایی که این کارو میکنن رو بخوایم جدا کنیم از بقیه که اندکن، قابل احترام اما جایگاه حقوقی نداره. اما در این حال ما در مورد جمهوری اسلامی یادمون باشه، به عنوان جمله آخر عرض می‌کنم، وقتی با نظام قضایی و حقوقی کار داریم، ما عملا با قانون کار نداریم، با فرمان کار داریم.
وقتی به از مجلس در واقع میاد بیرون، اونی که اسمش قانونه عملا با فرمان میاد بیرون، یعنی شبیه سلطان شده فقاهت ما، ولی فقیه ما. وقتی میره حوزه قضایی ما با حکم کار نداریم، یعنی با حکم مواجه نیستیم، نه که کار نداریم، با فتوا مواجهیم. یعنی ولی فقیه، مرجع تقلید، فرمانده کل نیروهای مسلح، همه کاره نظام که نفر دوم رو نمیتونه ببینه هیچ وقت که رئیس جمهور باشه، حالا هر کی میخواد باشه، میخواد آقای خاتمی باشه، هاشمی باشه، هر کی دیگه، اصولا فتوا میده چون مرجع تقلیده و بعد حکم صادر میشه. خیلی جا در پرونده سیاسی منظورم، پرونده حقوق خصوصی خب طبیعتا بحث تخصصی دیگریه، یه تخصص دیگریه. در بحث قانونی هم با فرمان مواجهیم نه با قانون. در چنین شرایطی به نظر من اگر کفیل های سیاسی، اگر جامعه مدنی جهانی، اگر نظام های پارلمانی و سیاسی دنیا این نظام قضایی رو با این پارامترها خوب بشناسن، شاید شیوه مواجهه و برخوردشون با دیپلمات های جمهوری اسلامی وقتی میان خارج از کشور متفاوت باشه و اینقدر سانتیمانتالیست در واقع حاکم نشه، یکم عقلانیت و رئال پلیتیک مطرح بشه. اونی که روی زمین هست در جمهوری اسلامی در خاورمیانه، اون چی که از طالبان شنیدیم شاید بدتر از اون در واقع ما از جمهوری اسلامی داریم میبینیم در پرونده های مخالفان سیاسی. اینجا شاید سیاسی باید این شناخت رو داشته باشن که واکنششون منطقی تر و متناسب باشه. حالا گرچه به هر حال اینا جزو فشارهای سیاسی میتواند باشد، فشارهای بین المللی در واقع، گرچه حالا بنده عرض کردم که در جنبندی صحبت شما های سعید دهخان عزیز که در پرونده های سیاسی معترضان به ویژه وقتی که حکم در واقع فتوا به فرمایش شما میتونه از آزادی همین لحظه تا اعدام در همین لحظه باشه، بنابراین چه چیزی تعیین میکنه این وسط رو در حقیقت؟ فشارهایی که به دستگاه قضایی یا به حکومت میاد، این فشارها فشارهای بین المللی است، فشارهایی است که بخشش شما فرمودین، یا مثلا همزمانی این هفته با مثلا جلسه کمیته حقیقت یاب که همین جلسه مقدماتی هم اهمیت ویژه‌ای داشت برای جمهوری اسلامی، برای ما و رسانه‌ها و تمام زندانیان سیاسی و غیره، و در کنار اینها فشاری که رسانه‌ها میارن برای در واقع اجرای حقوق بشر در ایران، اینها همه میتونه تعیین بکنه از این آزادی تا اشد مجازات رو فشارهایی که بر جمهوری اسلامی است، چون همینطور که فرمودیم بر اساس سیستم قضایی عادلانه که تصمیم نمیگیرن. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دهخان عزیز. من فقط یه جمله اضافه کنم که بله فرمای شما درسته، ولی وقتی کفیلای سیاسی وارد این موضع شدن بعد جنبش زن زندگی آزادی، تعداد شهروندان و هموطنان ایرانی ما که اعدام شدن اما کفیل سیاسی داشتن، تو شما میتونید یه آنالیز بکنید. در این حال فشار سیاسی قابل درکه، ولی داریم میگیم با چه حکومت، در چه سطحی، اون سطحش وقتی شما میبینی نتیجه نمیگیری هر این نوع باید در اندازی. به هر حال ما کفیلای سیاسی رو حتی در نظر نگیریم، همین برنامه‌ای که الان داریم، همین فشارهای رسانه‌ای هم تاثیرگذار است. امیدوارم که جامعه مدنی و اصحاب رسانه و کنشگران بیشترین نقش رو دارن، ولی دولت‌هایی که ادعای حقوق بشر دارن به نظر من تأثیری که تا حالا گذاشتن کمرنگ بوده، چون منافع دیگری در پیش بوده که البته های قابل درکه، جایی هم اصلا قابل درک نیست. ممنونم ازتون، سپاسگزارم آقای سعید دهخان عزیز که در خدمتتون بودیم. میشه خب، و اما وضعیت گرانی در ایران. یه موقعی بود که آمار بیکاری رو رصد می‌کردیم، رده‌های سنی، تجرد و تأهل بیکاران، وضعیت زنان سرپرست خانوار و غیره و غیره و غیره. حالا با آمارهایی که خود حضرات حکومتی منتشر می‌کنند، شاغل هم که باشی نمیتونی از پس خرج زندگی بر بیای. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تأکید کرده است که صرف برخورداری از شغل در مناطق روستایی به احتمال زیاد میتواند باعث خروج از فقر شود، اما در مناطق شهری بی تأثیر است. کارم که داشته باشی بی تأثیره که تو از فقر نجات پیدا کنی. چرا؟ چون خرج زندگی انقدر گرون شده که با این حقوق و این درآمدها دیگه نمیشه زندگی کرد. در خدمت آقای دکتر حسن منصور هستیم، اقتصاددان و استاد ما در بریتانیا. آقای منصور خوش آمدید به امشب صفحه آخر. آقای دکتر منصور، تورم در ایران که حاصل مستقیمش گرانی است، مدام در حال افزایش، در واقع غیر قابل کنترل، و مدام پولی که تو دست مردم بی‌ارزش‌تر میشه. طبق آمار رسمی پارسال مردم میتونستن
حداقل دو برابر این چیزی که الان میخوان با همین پولی که امروز دستشونه بخرن. و علت این تورم مهار نشدنی و این گرانی چیست که هیچ کس نمیتونه باش در واقع روبرو بشه؟ بله، عرض درود به شما، به همکاران گرامی، به همه بینندگان ارجمند برنامه. جناب فلاحی عزیز، ببینید مسئله ای که از اون روز نخست جمهوری اسلامی تا کنون به صورت مزمن در آمده مقوله تورم، در نتیجه باید دریافت که این چرا به چنگیزه هایی داره. ببینید تورم امر طبیعی و نازل شده از آسمان نیست. تورم به دست بانک مرکزی انجام میگیره. بانک مرکزی با نظام بانکی زیر مجموعش تورم رو میسازه. برای ساختن این تورم راه‌هایی وجود داره، اهرم‌هایی وجود داره و انگیزه‌هایی وجود داره. وقتی اینها شناخته بشود، معلوم بشود که تورم امری عارضی نیست. تورم امری است مصنوع و با علت‌های معینی به نظام تحمیل می‌شود، به جامعه تحمیل می‌شود. و این علت چیه؟ ببینید تورم اینجا این آغاز می شود که بانک مرکزی بیش از تناسب لازم برای گرداندن کالاها و خدمات در نظام پول چاپ می کند و به نظام بانکی زیر مجموعه خود اجازه می ده که اونا تولید به اصطلاح نقدینگی بکنند. وارد این نسبتاش نمیشم، بارها گفته و نوشته شده، ولی قضیه به صورت خیلی ساده اینه که بانک مرکزی پول رو ایجاد میکنه. در برابر هر واحد پولی که بانک مرکزی صادر میکنه، نظام بانکی زیر مجموعه در حدود 7.5 واحد نقدینگی تولید میکنه. در نتیجه مجموعه نقدینگی به حرکت در میاد، میچرخه. در این چرخش سرعت گردشه، این پول هم بهش ضرب میشه، مجموعه نقدینگی در گردش رو فراهم میاره. اما انگیزه های عمده این که یک دستگاه دولتی تورم رو میسازه، به ویژه در نظامی که در اونجا بانک مرکزی استقلال نداره و در واقع اداره ای از ادارات دولتی است. های دکتر خیلی خیلی عذر میخوام، برای اینکه هر مرحله که فرمایشات شما برای افرادی مثل من کاملا روشن بشه، این نقدینگی کجاست؟ این نقدینگی رو که به وجود میاره بانک مرکزی تو دست مردمه، تو بازار کجاست؟ نقدینگی اونی که به صورت پوله، یعنی اسکناس و سکه است، در بانک مرکزی است. از بانک مرکزی میرود به بانک های زیر مجموعه اونجا. در اونجا در حساب‌های بانک‌های زیر مجموعه می‌نشینه. بانک‌ها به استناد این پول اعتبار و وام تولید می‌کنن. این وام و اعتبار درست است که برای هر اعتبار گیرنده شکل اسکناس می‌تونه داشته باشه، ولی در مجموع شکل اسکناس نداره. برای اینکه مجموعه اعتبارات رو جمع بکنید، در نظام ایران حدود 8 برابر اسکناس های صادر شده از سوی بانک مرکزی است. اینا در حساب دارندگان حساب های بانکی، اما از حساب جاری، حساب های پسنداز، حساب های کوتاه مدت یا دراز مدت می نشینه. در نتیجه نقدینگی در واقع به دارندگان حساب ها، اما از این که دولتی باشن یا خصوصی باشن، تعلق میگیره. این مجموعه نقدینگی است. بفرمایید، ادامه بفرمایید. در برابر این نقدینگی، خب در جامعه، در نظام اقتصادی حجمی از کالاها و خدمات تولید میشود که این پولها در واقع به تعقیب کالاها و خدمات میپردازن. در نتیجه وقتی حجم پولی که دنبال کالا و خدمت میگردد بیشتر بشود، قیمت اون کالا، قیمت اون خدمت گرانتر میشود. این گرانی سبب میشود که قدرت خرید پول کاهش پیدا بکنه. خب این پدیده یک طرفش فنی است، ولی یک طرفش سیاسی و عمدی است. من فقط اجازه بدید سرفصل اینا رو خدمت نراز کنم تا ببینیم که موضوع چیه. ببینید دولت از یک سو، شما در همین بودجه، من وارد ارقام نشم برای وقت محدوده، در برابر
حدود 1,000 تریلیون تومان تقریبی عرض میکنم درآمدهای جاری، نصف اون رو کسری داره، اون نصفی کسری نداره از طریق مالیات ها و درآمد نفت اینا تامین میکنه، اون یک کسری داره از بانک مرکزی یا از نظام بانکی تامین میکنه. یعنی اینکه اسکناس زیادی رو چاپ میکنه، نقدینگی زیادی رو تولید میکنه، نتیجه اینکه از این رهگذر هزینه های بودجه خودش رو تامین میکنه. یعنی به جای اینکه مالیات بگیرد، مالیات غیر مستقیم غیر مجوز به قول آقای فردمن، بدون مجوز قانونی، بدون قانون بودجه، از همه مردم مالیات میگیره، در نتیجه به فقر مردم منتهی میشه. این کسری بودجه رو دولت میتونه از بانک مرکزی بگیره یا از بانک های تجاری بگیره. این بانک های تجاری چون باید وثیقه بپردازن به بانک مرکزی، وقتی طلبکار دولت میشن و دولت اینها رو نمیپردازه، وثیقه رو نمیپردازن. یعنی اینکه دولت در واقع این پول رو به صورت غیر مستقیم از بانک مرکزی بیرون بکشه، یعنی هر واحد پولی کجا هزینه میشه از بانک مرکزی ایجاد تورم میکنه با یک ضریب تقریبا 8. هر واحد پولی 8 برابر اسکناسی خودش ایجاد نقدینگی میکنه. ولی عرض کنم این پولایی که دولت هزینه میکنه یک باره هزینه نمیشن. ملاحظه بفرمایید، دولت از هر روز هزینه میکنه، هر ماه حقوق میپردازه. دولت در ایران به 9 میلیون نفر حقوق میپردازه، حدود 4.5 میلیون نفر شاغل، حدود 4.5 میلیون نفر بازنشسته. ولی چون این هزینه ها را با پول متورم شده میپردازد، هر ماه بین 4-5% کمتر میپردازه به گیرنده پول. یعنی به جای اینکه 1,000 تومان بپردازه، هر ماه حدود 950 تومان میپردازه. ماه بعدی دوباره 5% کمتر، ماه بعدی دوباره 5% کمتر. در نتیجه این از جیب گیرنده حقوق کسر می شود، گیرنده اون درآمد کسر می شود. هزینه های دولت هم اینطوری است. شما بودجه نگاه کنید، هزینه های دولت باید انجام بده، چون در طی سال انجام میده، با پول متورم انجام میده. در نتیجه اگر شما فقط مثلا 1,000 میلیارد تومان قرار هزینه بکنید، چون این رو با پولی که هر ماه و هر روز قدرت خریدش کمتر میده انجام میدید، در پایان سال که نگاه میکنیم میبینه که به جای 1,000 میلیارد تومان حدود 700 میلیارد تومان در واقع با پول قدرت داره، قدرت خرید ثابت هزینه کردید. در نتیجه هزینه های دولت رو کم میکنه، ولی دولت درآمدهاش چگونه وصول میکنه؟ درآمدهای دولت مثلا درآمد مالیاتی رقم ثابتی نیست، به صورت درصد وصول میشه. یعنی شما از سودتون 20%، 15% باید مالیات بپردازید. در نتیجه چون با تورم نرخ سودش و مقدار سودش هم بالا میره، وصولی دولت افزایش پیدا میکنه. در نتیجه برنده این تورم دولته. آخرین نکته رو از کنم، نکات زیاده، و اون این که ببینید مهمترین فونکسیون تورم این است که تورم بدهی شما رو میخوره، آب میکنه. شمایی که 3,000 تریلیون تومان بدهکارید، یعنی بدهی دولت ایران طبق آماری که یک ماه پیش داده شده، مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی به 3,000 تریلیون تومان، یعنی 3 تریلیون تومان بالغ میشود. اگه قرار بشه دولت اینو بپردازه، دولت هر سال 50% این رو از طریق تورم میخوره، یعنی سالانه 1,000 میلیارد تومان از بدهی خودش کم میکنه. این بزرگترین منبع درآمدی دولته، یعنی خوردن و ترسودن و از بین بردن بدهی دولتی که تورم انجام میده. در نتیجه این برندگی عمدی دولت از تورم گرده مردم رو میشکنه، برای تحمیل میشه، کمرشون رو خم میکنه، و در واقع این
هدفهای سیاسی رو نیز دنبال میکنه، برای اینکه مردم رو از اندیشیدن به اندیشه های آزادی و متعالی محروم بکنه، دستشون رو کوتاه کنه، فقط به فکر معاش باشن. به این ترتیب این قضیه زمینه که تورم میتواند خیلی هم موارد به صورت خودکار در بیاد، ولی پشت قضیه حکمتی وجود داره که عمدی است و این عمد رو دولت با بردم انجام بده. آقای دکتر منصور، پایین بالا رفتن نرخ ارز هم به محض اینکه دلار بالا میره قیمت رو میره بالا، یه خورده میاد پایین قیمت رو، یه خورده ممکنه بیاد پایین، یه خورده البته در سقفی که میدونیم هیچ وقت پایین تر نمیاد، این نرخ ارز رو هم بانک مرکزی تعیین میکنه که الان نمیدونم 51,000 تومانه. بفرمایید. ببینید، این به نظر خود شما رسیده آخرین مقاله که نوشتم به عنوان دلار سرکش در دل اقتصادی ایران، یکی از اهرم‌های بسیار نیرومند برای محروم کردن جامعه از ثروت‌های خودش و اختصاص دادن این ثروت‌ها به اقلیت‌های خودی، تعیین نرخ ارزهای دوگانه بوده. این نرخ ارزهای دوگانه در دهه اول انقلاب که هنوز فساد به این اندازه نبود و ساده اندیشی چه بسا غلبه داشت به فساد، در اونجا به نیت کنترل قیمت واردات انجام می گرفت. نتیجه این شه، مثلا در همون 10 سال، آمار اینها رو من به دقت نوشتم، در اون 10 سال انقلاب که دولت درآمدهای ارزی رو با همون قیمت 7 تومن برای 1 دلار، بعض وقتا 6 تومن هم دادن، 6 تومن برای دلار تا 10 تومن برای 1 دلار در اختیار وارد کنندگان خودی قرار میدادن. این کالای وارد شده در داخل کشور به چه قیمتی فروخته میشد؟ قیمتا در این 10 سال 7.5 برابر شده. یعنی چون مکانیزمی برای نظارت بر این امر وجود نداشت که این دلارهای اختصاصی با همون قیمت 7 تومن در بازار عرضه بشوند، 7 تومن گرفته شده، به 70 تومن در بازار فروخته شده و این به جیب وارد کنندگان رفته. این در اون 10 سال اوله. ولی بعد از اون شما ملاحظه بفرمید، وقتی امروز در این 44 سال قیمت دلار حدود 5,500 برابر شده، در اینجاها ما با نرخ ارزهای بسیار متعدد روبرو بودیم. در یه شرایطی ما 18 نرخ ارز داشتیم. به این عملا تقسیم کننده این ثروت به اصطلاح رانتی به گروه های معینی از حاکمیت تازه به قدرت رسیده بود. فقط در سال 1380 تا 1399، یعنی در اون 18 سال، طبق آمار رسمی بانک مرکزی 282 میلیارد دلار در بازار تزریق شده، باز به همین علت که میخواهیم قیمت ها رو کنترل کنیم، در حالی که قیمت ها در این مدت چندین 10 برابر شده است. ملزم فرمید، در نتیجه این مکانیزم وقتی جا افتاد، هواداران و مدافعان بسیار نیرومند پیدا میکند که اینها بدل میشن به مافیا، که اینها جلوی حتی اقدام دولتی که بخواهد خلاف این انجام بده میگیرن. کدوم قدرت ایران در ایران میتواند امروز نرخ ارز رو یگانه بکند و برای ارز بازار ارز پدید بیاره که دارنده ارز در بازار بفروشه، خریدار ارز در بازار بخره؟ نرخ ارز رو دولت میگذره، منتها با نرخ‌های چندگانه. امروز ما به جای نرخ 4200 تومانی آقای جهانگیری، نرخ دوباره نیمایی 28500 تومانی داریم، در حالی که نرخ ارز در بازار بالای 50,000 تومنه. اون بقیه دوباره رانتی است که توزیع می شود بین گروه های خودی دریافت کننده این ارزهای رسمی. آقای دکتر منصور، این بالای 50,000 تومن، اون چیزی که در واقع تعیین کننده قیمت مواد خوراکی تو خیابونا و تو کوچه و بازاره، کالاهای مصرفی مردمه، در واقع نرخ ارز تو بازاره، همین بالای 50,000 تومنه. اینو کی تعیین میکنه؟ نرخ رو بانک مرکزی تعیین کننده رسمیشونه.
ولی پشت قضیه مجموعه حاکمیت نظام به بانک مرکزی دیکته میکنن که این نرخ اعلام بکنید و این چنین توضیح بکنید. ولی ببینید این نکته اساسی که باز در اینجا باید روشن بشه اینه که صرف قیمت در هیچ جامعه تعیین کننده نیست. قیمت در برابر قدرت خرید است که بنا پیدا می کند. من در همین یکی دو هفته پیش دوباره سبدی از کالاهای ایران رو با همون سبد کالاها در انگلستان که یکی از گرانترین کشورهای دنیاست مقایسه کردم. در اینجا رقم مثلا قیمت گوشت قرمز، گوساله، ماهی، جوجه، تخم مرغ، شیر، پنیر، کره، برنج و این قبیل کالاها تقریبا همتراز با قیمت های ایرانه. در بعضی موارد 20% کمتر، در بعضی موارد 15% بیش گرونتر. در مجموع قابل مقایسه است به فروشگاه ایران با فروشگاه ایران با فروشگاه لندن. ولی بلزه بفرمید درآمدی که رسما برای یک کارگر چند سال کار کرده در ایران تصیب شده بین 7 میلیون تا 8 میلیون نیمه در بودجه امسال. خب یک کارگر ساده فاقد مهارت که امروز شروع به کار کرده در انگلستان حقوق ماهانش اگر زیر 10 پوند و 42 سنت باشد کارفرما مقصر مجرم جریمه میشه و اگر جدیتر باشه حتی به زندان میتونه بره. یعنی یک کارگر در یک ساعت معادل 645 هزار تومان ایران حقوق میگیرد. در یک هفته حقوق یک کارگر ساده بدون تجربه معادل می شود و 25 میلیون و 840 هزار تومان. در یک ماه 110 میلیون و بیشتر حقوق این کارگره. این کارگر با این حقوق تخم مرغ رو می خره، نون رو می خره، برنج رو می خره. در این کارگر ساده می تواند با یک ساعت کار کرد، یک ساعت کار کردن در اینجا 2 کیلو گوشت قرمز بخره، 3 کیلو گوشت جوجه بخره، میتونه 6-7-8 بسته کیلوی نون بخره. در نتیجه قدرت خرید با قیمت ها معنی پیدا میکنند. آقایون اونجا میان مقایسه میکنند و میگویند که ما میخواییم قیمت بنزین رو بدل کنیم به قیمت فوب خلیج فارس، 90% فوب خلیج فارس. فوب یعنی فری آن بورد، قیمتی که روی عرشه کشتی داره. خب قیمت اونجا تقریبا 60-70 سنت برای هر، ولی 60-70 سنت برای ایران چقدره؟ برای کارگر ایرانی، برای یک اروپایی، یک انگلیسی، این آدم میتواند با یک ساعت کار کردن 8 لیتر بنزین بخره. آیا کارگر ایرانی میتواند با یک ساعت کار کردن این مقدار بنزین رو بخره؟ قدرت خرید است که اونجا مدام آب میره و اونم به برکت اون تورمی که نقطه آغاز سوال شما بود. یعنی قدرت پول ایران هر لحظه داره ذوب میشه و دلار به عنوان فقط یک شاخص عمل میکنه. چون دلار تنها نیست که بگیم در برابر دلاره. وقتی در برابر دلار پول ایران زمین میشینه، در برابر یورو نمیشینه، در برابر ین نمینشینه، در برابر حتی یوان یا هر پول دیگری یا هر کالای سرمایه دیگری نظیر طلا، نظیر زمین، نظیر هر کالای سرمایه‌ای، در واقع اونا ترقی نمی کنند. بلکه این پول ایران است که هر روز قدرتش از دست میده و پشتش اون حکمت و اون سلسله دیالی که عرض کردم دارن کار میکنه. آقای دکتر، افزون بر مالیاتی که شما فرمودین دولت مستقیم میگیره از حقوق کارمندان، از درآمد بخش خصوصی، مغازه‌دار، کارخونه‌دار، هرچی،
افزون برای یک مالیات تورمی هم داریم. نمیدونم که آیا میشود در دو دقیقه شما توضیح بفرمایید که این مالیات تورمی تیتروار چی هست که دولت در واقع درآمدش و بخشش رو از این مالیات تورمی توضیح فرمودین؟ بفرمایید، خواهش میکنم. بیشتر همون نکته‌ای که در پاسخ پرسش نخستتون عرض کردم، در واقع این مقوله مالیات تورمی است. مالیات تورمی این است که دولت تعهد میکند این مقدار پول بپردازه، هزینه کنه، و چون پول رو هر روز تضعیف میکند، ضعیفتر میکنه، قدرت خریدش رو کمتر میکنه، کمتر میپردازه. اون باقی درآمد دولت از رهگذر این تورم. یعنی دولت وقتی ایجاد کسری بودجه میکنه، این کسری بودجه رو از بانک مرکزی میگیره یا از بانک تجاری میگیره که منتقل میشود به بانک مرکزی، این مالیاتی است که از همه مردم گرفته میشه. عنایت بفرمایید، تفاوتش اینه جناب فرهادی گرامی، نکته مهمیه. ما برای مالیات گرفتن قانون داریم. قانون میگوید که از فلان فرد، از فلان گروه با این نسبت ها مالیات بگیرید، از فلانی 15%، فلانی 20%، فلانی 50% مالیات بگیرید. در مورد تورم اینطوری نیست. تورم حتی اون حاشیه نشین ابرقو رو هم میگیره بیان که حتی مشمول مالیات باشه. چون ببینید در هر نظام مالیاتی تا حد تا سقف معینی از مالیات معافند. شما اگر ماهانه مثلا $1,500 درآمد داشته باشید مالیات نمیپردازید، در حالی تورم از فقیرترین مردم هم میگیرد همون مالیات رو، منتها از فقیران بیشتر میگیرد. چرا؟ برای اینکه تورم روی کالاهای اساسی بیشتره. وانگهی تورم برای خانواده فقیر روی کالاهای اساسی، چون غیر کالای اساسی رو مصرف نمی کنه. در نتیجه چون نون بیشتر گرون میشه، پنیر بیشتر گرون میشه، شیر بیشتر گرون میشه و اینا مصارف اساسی خانواده های فقیرن، خانواده فقیر بیشتر مالیات تورمی رو میپردازه. تورم مالیات تورمی مالیاتی است که بدون حضور قانون مالیات تحمیل می شود به تمام آحاد جامعه و بیشتر روی فقرای جامعه. بسیار ازتون سپاسگزارم آقای دکتر حسن منصور که امشب هم لطف کردید و در خدمتتون بودیم. سپاسگزارم. بریم پرده آخر. تو قرن 21 اول سال 2000 هزار یا 10,000 دانشمند حقوقدان دنیا از چین، از ژاپن، از مالزی و اندونزی، چند تا از آفریقا، خیلی از اروپا، از خاورمیانه، از آمریکا جمع شدن که دوباره بیان حقوق بشر رو تدوین کنن. سازمان ملل اینا رو دعوت کرد، 6 ماه جلسه شون طول کشید که اینا بیان حقوق اعلامی، حقوق بشر رو از اول تدوین کنن، چون اعلامی حقوق بشر مال 1945 میلادیه، فهم کهنه شده، یه چیزی نو بنویسیم. اینا 6 ماه جمع شدن دور هم دیگر، بعد به این نتیجه رسیدن که بالاترین منشور حقوق بشر نامه امیرالمؤمنین علی علیه السلام به مالک اشتر. ای شب و روزگار خوش.